عشقم تو هم کم کم شروع کن حاضر شو دیگه. عزیزم من نمیخوام بیام. وا چرا نمیخوای بیای؟ حتی خودت هم داری با تردید میری عروسی. رفتن به جشن قنچه واسه من خیلی مسخره ساخه، مخصوصا بعد از اون شب. حالا عروسیشم برم مسخره ترم میشه. ای بابا ما از چی باید خجالت بکشیم؟ چی رو قایم میکنی؟ انگار بازم قراره کاسه کوزه ها سر من بشکنه ها؟ یعنی چی؟ کاسه کوزه ای در کار نیست. من عروسی خواهرم تنها نمیرم، کسی هم ناراحت نباشه. ما ازدواج کردیم، مثل هر زوج دیگه ای ما هم با هم میریم عروسی. باشه هر جور که تو بخوای، ولی من اصلا اونجا راحت نیستم، اینو بدون. هی روزگار گل رو باش، حالا که حسابی پول دار شده ببین خودشو چقدر میگیره. پس شوهرش کجاست؟ نیومده؟ میگن خانوادش گل رو نمیخوان، حتما واسه همین نیومده. شوهرش بالا سرش نیست، اومده نشسته بغل دست دوست پسر قبلش. این چه جورشه دیگه والا؟ ما رو خوردن یابم روش، حواست هست که بیشون کن. هی بیا دیگه. تو بشین، من الان میام. سلام. آره من مبارک باشه. سلام، خوش اومدید. مبارک. بفرمایید نسه شیرینیام بردارین. بردارین، چند تا بردارین؟ ای بابا من پاشم یه دوری بزنم. نه بشین سر جات. یادآوری میکنم که شما قراره با هم کار کنین. خوش اومدی. چطوری؟ بیا بشین. ای بابا این بچه ها رو ببین، شما چیزی احتیاج ندارین؟ ببینم چیزی نمیخوان؟ ببین خواهر دوشو برگردوند. برمیگردونه که برمیگردونه، ما به خاطر قنچه اومدیم اینجا، بذار بقیه هر کاری میخوان بکنن. ببین باجنا بیا. خوش اومدی، به خدا چشمون به رامون. خوش اومدی. شیرینه به شیرینه بخور. بیا. ممنونم، مرسی. ای بابا خوش اومدی. مبارک. برو برو جاتون اونجاست. بریم بچه ها. تبریک. مبارک باشه. خیلی ممنون. تبریک میگم. مرسی مرسی. خیلی مخلصم. خواهر جون مبارک. چه خوشگل شدی. خانشون نمیتونم هم باشم. نبین کیا اومدن؟ تانه رو چیچکم اومدن. گل رو نبودن شوهرت حسابی به چشم میادا. الو برهان جان، تستای دی ان ای رو برات فرستادم، به دستت رسید؟ خیلی خوب. ببین مال یکی از دوستای نزدیکمه که نمیخواد اسمش برده بشه، میخوام کاملا محرمانه بمونه. آزمایشگاه همین که بدون از طرف بیمارستان ما اومده کافیه. میدونم معمولا روال تست دی ان ای متفاوته، اما این وضعیت خیلی حساس و مهمه. برهان جان پیشا پیش ازت خیلی ممنونم، این خوبی تو اصلا فراموش نمیکنم. ممنون میشم به محض اینکه نتیجهش مشخص شد بفرستی کلینیکم. باشه خیلی ممنونم، به امید دیدار. خیر باشه آنور. به نظرم چیزای عجیبی شنیدم امید. ما کلینیک جراحی پلاستیک داریم، با تست دی ان ای چه ارتباطی داریم؟ چه خبره؟ فردا با جهان مشاوره داری؟ آره، ولی چه ربطی به این داره؟ اونجا میفهمی چه خبره، بعدا میبینمت.
سزای کارتو میبینی. چنان تقاضی ازت پس بگیرم که خالد اومدی؟ چایی ما بده. تو هنوز داری میلرزی؟ نه گلفام خانم. طبیعیه که تو هم اعصابت به هم بریزه، اما حالت داره منو دیوونه میکنه. ممکنه اول صبح یکم باهات بد حرف زده باشم، چون داشتم عقلمو از دست میدادم، اما الان آرومم. به من و خانوادم، به پدر و مادرم توهین شده، به تو هم تهمت زدن. تو هم حق داری، میتونم درک کنم که حس بدی داشته باشی. وقتی فکر میکنم میخوام عقلمو از دست بدم. این دیگه چجور بازیه کثیفیه؟ میگه تو مامان منی. این چجور فکر مریضیه؟ این توهین بزرگی به پدر و مادرمه. میدونی از همه بدتر چیه؟ این که داداشمو به این بازی کثیف متقاعد کرده. بگذاری عذاب این دروغ زیاد طول نمی کشه. ممنون خالده، دیگه چیزی نمیخوام، میتونی بری. تبریک میگم اسمان. خیلی ممنونم. طلا رو بندازم خواهرم دیگه. بپایی هم پیرشی. آمین ایشالله. مرسی. تبریک میگم. ببین عروسی کردم، نگاه کن عروس شدم. عزیزم شانس بهشون رو کرده. امیدوارم خوشبخت. تبریک میگم. دختره ی آقا صالح و باش. کوچیکشون هم عروس پول دارا شده. دیدی؟ بدون ساز و دهلم مگه عروسی میشه؟ آه این شوهر چیچکه، مگه این دوست پسر قبلی غنچه نیست؟ نه بابا. آره والا از دخترم شنیدم، توف بروشون. میبینی شوهرش هنوز نیومده، نکنه طلاق گرفته. نه جونم، به قول خودت معلومه اون اینا رو زیاد نمیپسنده. وای مثل مرغ قدقد میکنن. آره خب موندن غیبت کدومتون رو بکنن؟ خودمون کلیاتو دادیم دستشون، اونا چه تقصیری دارن؟ خوشگله کیه پیش قنچه؟ خیلی ماه تو نمیری. کیا میگی؟ آنو میگم. دیگه چشات رو درویش کنیم دیگه. چه خبرت خوشگله؟ جنب نداری بشه بابا. این هم واسه ما گردن کلوف شده. خوش میگذره دایگو خانم؟ یعنی معلوم نیست؟ یکم زیادی معلومه. خوبه؟ اینو باش تو رو خدا، دست شوهرشو گرفته، حالا جلومونم نشسته. اینجوری نگو آبجی، حداقل چیچک خوشحاله. بله بله، بذار دوره عاشقیش تموم شه، حالشو میپرسم. آها، من نتونستم شما رو مثل قنچه با لباس عروس و ساز و دهل عروس کنم. ای بابا، دلم واسه سرنوشتتون میسوزه، چیکار کنم؟ دلت واسه چیچک نسوزه، با ساز و دهل نرفته باشه، عوضش بیشه کسیه که دوست داره. مالتو؟ من امید حکیم اغلو هم، با گل رو چلک حرف میزنم. میخوام بقیه عمرمو با تو بگذرونم گل رو چلیک. میخوام هر روز صبح
اون چشمای خندونت روزم رو روشن کنه و میخوام هر شب قبل از خواب تو چشمات گم بشم. با من ازدواج میکنی؟ با من ازدواج میکنی گلرو؟ فهمو گوش کنی مگه نه؟ میترسی به هم حق بدی؟ هر چقدر دلت میخواد خودتو بزن به اون را. من تا وقتی که خودمو بهت نفهمونم ول کنت نیستم. یعنی تو این حد منو ناحق میدونی؟ دردی که کشیدم و همه اون بی‌انصافیایی که در حقم شده واسه مهم نیست؟ نه. بعد از اون کاری که سر هر دومون آوردی، اینا هیچ اهمیتی ندارن گلرو. خیلی دوست دارم. منم شما رو خیلی دوست دارم. اون شب بعد از شنیدن همه اون حرفا هیچ به فکرت نرسید بیای پیشم و بغلم کنی و به هم پناه بیاری مگه نه؟ هیچ فکر کردی چی به سر هر دومون اومد گل رو؟ هیچ فکر کردی وقتی تو داشتی یه مبارز قهرمان میشدی چی به سرمون اومد؟ بذار من بگم، هر دومون نابود شدیم به خاطر جنگ بی‌وجدانی تو. هر دومون نابود شدیم. خوب کاری کردی اومدی. هر وقت حوصله‌ات سر رفت میتونیم بریم. من واقعا به خاطر قنچه اومدم اینجا. فقط به خاطر قنچه اومدم. اومدم چون اونا دیگه خانواده منن. اومدم تو شادیشون سهیم باشم.
دکتر معروف در دوران پیش از طلاق خود خوش میگذرانند. لعنت به تو. شیطنت شبانه جراح پلاستیک خوشنام که با گلفام سپاهی در شرف طلاق هستند همه را شوکه کرد. این دکتر خوشنام که در بین مردم به عنوان شاهزاده زیبایی معروف شده است، شب را نه با یک بلکه دو دختر زیبا گذراند. معلومه چی کار میکنی خالده؟ چشمم خورد. برو سر کارت. تو همه چی باید سرک بکشی؟ ای دختر بی ادب، مگه آدم با مادرش اینجوری رفتار میکنه؟ زحمت نکش خالده جون، تو زحمت نکش، خودم میریزم. اول صبحی مادر و دختر کل کل میکنن، اشتهام کور شد به خودم. کم مونده گارو، همچین دروغ تو به خوردت بدم که ببینیم. اشتهات که هیچ، خودت کجا فرار میکنی؟ میخواستم بگم بی صبرانه منتظرم، اما به صورتت که نگاه میکنم میبینم تو به همین زودی خودت واقعیت رو میفهمی. بذار سر صبحی خبریو که حالمو خراب کرد بهت نشون بدم، شاید دل تو هم وا بشه. بله تنهر. عمو جون سلام، شب خوب حال کردی؟ خبرنگار از من زرنگترن، چه زود خبر رو پخش کردن. ازش بپرس زنا هنوز اونجان؟ الان وقت خوبی برای حرف زدن هست؟ بگو پسر جون، داریم حرف میزنیم دیگه. چی داره میگه؟ بگو خب تنهر. خب عمو جون، رک بهت بگم، هنوز طلاق نگرفتی، مامان بزرگم تو بیمارستانه. به نظرم زیاد این کار برای زندت نیست. والا تانر، از این به بعد خودم هم نمیدونم چی برازندمه. چه اینطور؟ باش همون جون، میبوسمت همون جون، مراقب خودت باش، میبینمت. تانر میخوای من رو دیوونه کنی؟ گفتم چی میگه؟ به خود خودم هم نمیفهمم چی میگه. حتما میخواست بگه که من دیگه اون آدم قدیم نیستم. دکتر معروف در دوران پیش از طلاق خود خوش می‌گذراند. شیطنت شبانه جراح پلاستیک خوشنام که با گلفام سپاهی در شرف طلاق هستن همه را شوکه کرد. امیدوارم شبت خراب شده باشه. این دکتر خوشنام که در بین مردم به عنوان شاهزاده زیبایی معروف شده است، شب را نه با یک بلکه دو دختر زیبا رو گذراند. به نظر می آید که دکتر معروف که زندگی مشترکشان چندان طولی هم نکشید، قبل از طلاق خود را برای زندگی مجردی آماده نموده است. چی داری میخونی؟ خب راستش ندیدم اومدی. ندیدی؟ نشنیدی؟ گفتم چی میخونی؟ خبر رو، حوصله‌ام سر رفت، حواسم نبود. تو دنیا اتفاقات بدی میافته مگه نه؟ اتفاقای خیلی بد. چیزه، من میرم آتلیه، تو هم که مشاوره داری نه؟ جهان چیزه، میگم چیزی هست که بخوای در مورد گلفام بهم بگی؟ من حرفامو قبلا زدم گل رو. نقدری، درسته. ولی من بازم فکر میکنم که
فکر میکنم باید وضعیتو به آقا اونور بگی. شاید اینطوری برات بهتر باشه. خب نوشه جونت. میکنی گل فامای؟ برو، آخه این دوشن توه. بازم اومدن ماساژ پشت سرم حرف بزنن. ای وای گل فام بچه. بله گل فام جان عزیزم چطوری؟ یه چیزی بگم، من نزدیک هتل ماساژ شما، گفتم با هم بریم ماساژ خوش بگذرونیم. آه عجب تصادفی. پس شما تو لابی منتظرم باشین، منم میام و قبل از ماساژ یه قهوه با هم میخوریم. آه باشه گلفام جون، تو لابی منتظرتیم. بشینین بشینین، گلفام داری میاد. حتما داری شوخی میکنی. به نظرت آقا امید اینجا میمونه؟ والا گفتیم بعد از خبر امروز صبح تا یه هفته نمیتونن خودشونو جمع و جور کنن. مگه خبر امروز صبح چیه؟ خبر هفته پیش که یکی میگفت جدا میشیم، یکی میگفت نمیشیم، این دیگه چی بود؟ اگه من جای این بودم نمیتونستم پامو از خونه بذارم بیرون، چه برسه بیام هتل. بله دیگه دختر، اون گلفام تو مدیریت بحران الحق که تکه. ببینم چطورین خانوما. آه گلفام. آخ 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 پاهم چقدر گرفته. آخ وای، از لام قبلا هیچ وقت اینطوری درد نگرفته بود. پیر شدیم به خدا. آخ من که آقام دارم تو کی یه قیبت دارم، اصلا نفهمیدم کی رفتی واسه عروس کشون. والا منم نفهمیدم مسودم، من عروس بردم یا عروس منو، من اصلا نفهمیدم چی شد. آی 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 همه جام درد میکنه به خدا. مامان جان وقتی دیشب داشته غیر میدادی از این حرفا نمیزدی که. آره ولی از همه بهتر رقصیدم. مسعوده بیا بیا، میگم بیا 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 بیا، منو ببین. تو دیشب چی کار کردی؟ هامار گرفتی؟ فهمیدی کی چی داده؟ استغفرالله، به ما چه آخی؟ هدیه خودشونه. نه خیلی بیکارم بیام آمار بگیرم. اینو ولش کن، من وقتی میرخصدم وسط یه دیدی هم زدم، همه نیم سکه دادن. اما زشته به خودت، والا زشته. آدم یه صد دلاری یه تمام سکه چیزی میده آخه. منم دیدم پسرم، فقط گلرو شوهرش یکم شوهر چیچک تمام سکه. میدونم میدونم، منم اونا رو دیدم، ولی داماد دمش کرد، واقعا دمش کرد، از جیبش در آورد و گذاشت رو میز. ایول آخه خدای چی بگم آخه. 12.5 سکه تمام، تمام سکه 100 دلار. دلار نیست، دلار کجا بود؟ داری خواب میبینی خوشگلم؟ دلار دو برابر شده، طلا گرون شده. آخ طلا طلا. قنچه عشقولی من، عشقولی من، صبح بخیر. چی شد عزیزم؟ بازم سر درد میکنه؟ درد نکردم. چی کار نکردی عشقم؟
کردم من چیکار کردم؟ عشقم تو چیکار کردی؟ من که نفهمیدم آخه. کردم. ببین قنچه، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نکنه بازم سر درد میکنه؟ آره؟ آخه عشقولی من چش شده؟ چه عشقولی بابا؟ عشقولی چی آخه؟ ای دارم بالا میارم. من چیکار کردم؟ واقعا چیکار کردم؟ من کلمو کجا بکوبم بیدارشم؟ این کلمو کجا بکوبم بیدارشم؟ قنچه آروم باش دختر، من که نفهمیدم آخه. چرا داد میزنی خوشگلم؟ دستتو بکش کنار. ما بادا به هم نزدیک بشی. خوب شنیدی چی گفتم؟ به هم نزدیک نمیشی، تیکه تیکت میکنم. همچین تیکه تیکت کنم که خودت مات بمونی مرتیکه. من که شوکه شدم، تو داری چی کار میکنی قنچه؟ قنچه با این وضعیت کجا داری میری؟ وای قنچه، منه باش، مبادا دنبالم را بیفتی که آبروتو تو کل محل میبرم. فهمیدی چی گفتم؟ بیا اینجا ببینم، صبر کن. تو به خاطر دادگاه اینجوری شدی؟ به خاطر دادگاه کلافه شدی؟ دادگاه؟ وای خدای منو بکش. ببین عشقم آروم باش، به خودت بیا. از این به بعد من پیشتم، هیچ کسی نمیتونه باهات کاری بکنه. دستتو بکش کنار. گوش کن چی میگم. من دارم میرم، مبادا دنبال من را بیفتی، وگرنه تیکه تیکت میکنم. شنیدی یاره؟ تیکه تیکت میکنم. پولا کجاست؟ چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟ دیدم صدای گوشیم خفه نمیشه، همه هی زنگ میزنن و میپرسن که شما چتون شده. منم گفتم بهتره برم ماساژ. عزیزم کار خیلی خوبی کردی، اما از اینکه اینجا رو انتخاب کردی یکم تعجب کردم. چرا فیگن جان، مگه تو همین چند روز پیش از اینجا واسم تعریف نکردی؟ خب منم همیشه بهترین جاها میرم دیگه. آقا امید هنوز اینجا میمونه گلفام جون؟ آره معلومه که اونم اینجاست. الان داشتم فکر میکردم بعد از ماساژ برم پیشش یا قبلش. چی شد؟ پس چرا همتون ساکت شدی؟ عزیزم بهت بر نخوره، ولی با شیطنتای دیشب خوب کنار اومدی. وای چه شیطنتای؟ امیدم اومد. تا دو دقیقه دیگه میام دخترا. دخترا فکر کنم راست میگه، ببینین چرا حد رفت پیشش. نمایش آره؟ بعد از نمایش دیشبت منم مجبور شدم. گلفام اصلا برام مهم نیست که تو و دوستات در موردم چی فکر میکنین. اگه نمیخوای نمایش رو تو خراب کنم، همینجا تمومش کنیم. امید جان ما هنوز زن و شوهریم، تو دیشب منو کوچیک کردی. اگه نمیخوای بیشتر از این کوچیکت کنم، هر چه زودتر به وکیلت زنگ بزن درخواست طلاق بده. ما بعدا در این مورد حرف میزنیم. فکر کنم باید به کوچیک کردنت ادامه بدم گلفام، متاسفم. ببینم از تست دی ان ای خبری شده یا نه. جوابش برسه خبرت میکنم. یه چیزو فراموش کردی. خب کجا بودیم دخترا؟ واقعا که مردک از خودش خجالت نمی کشه. قایمش نکن، بی خودی قایمش نکن. زیادی روی شبانه شاهزاده زیبایی رو دیدم. بعد جوری هم زیاده روی کرده. ولش کن گلفام فکرشو بکنه. تو یه ذرم حرف خودتو قبول نداری نه؟ داری خودخوری میکنی نه؟ داری از حسادت دیوونه میشی. دیوونه؟ شیطونه میگه باهاش دست به یقشم کله اون دوتا زنه رو بکوبم به هم دیگه. من چی دارم میگم؟ گل رو، امید که داره جدا میشه، تو چرا طلاق نمیگیری؟ نه تو ایگو، راستش من نمیخوام در مورد این قضیه حرف بزنم. باشه حرف نزن، بریز تو خودت دیوونه شی.
تو اینجا چی کار میکنی؟ من دیروز حرفامو بهت گفتم، دیگه محل کارم نیا و مزاحم نشو. افاده ها رو باش، طبق طبق. مرد تو انگار چیزی بهش نگفتی نه؟ چیو به هم نگفته؟ والا میخواستم بگم ولی سر کارم باش غیر میدادن و فرصت نکردن گوش بدن، منم نتونستم بگم. چی میخواد بگه؟ اینجا چه خبره؟ اصلا دیگه منم یکی از کارمندای مؤسسم دایگو خانم، اینم خبر داغی که منتظرش بودی. پس این دختره کجا مون؟ دادگاه دیر میشه باز. آخ میگم مسعوده، ببین منو، نکنه فرار کرده؟ چرا که نه، بعید نیست. ها وای، فقط یه خواهرزن فراری کم داشتم، والا بیچارمون میکنه. حالا ببین تو رو خدا اینقدر چرت نگو جانه ره. و دختر چه خبره؟ در شکستی؟ وا این چرا با لباس خواب اومدی؟ ببینم تو دیوونه شدی؟ ها تو چقدر زرنگی، آفرین. شما نفهمیدین میخواد با این لباس بره دادگاه، دل قاضی رو ببره بعد تخفیف تو مجازات و از این حرفا. آره وای، مثل دیوونه ها داره ما رو نگاه میکنه. قنچه شماها با من چی کار کردین؟ چرا مانع هم نشدین؟ چرا جلو ما نگرفتین آخه؟ بگین من سرم خورده زمین دیوونه شدم، شماها چتون شده؟ ها چتون شده آخه؟ چطوری عقلتون نرسید منو به اون آسوباس یه لقبا ندین؟ جتون چرا مانع هم نشدین؟ ایول خون چه برگشته، آفرین، بالاخره عقل شما سرجش، آفرین. آخه میدونم برای من آرزوی موفقیت میکنی، منم برای همکارام آرزو میکنم تو کارش موفق باشن. گل رو چی کار کردی؟ یعنی چی چی کار کردی؟ بهش کار دادم. یعنی چی بهش کار دادم؟ من چطور با این کار کنم؟ اوه چه جالب، چرا نمیتونی کار کنی؟ گل رو آخه ما جدا شدیم. خب؟ خب یعنی چی؟ دویگو جان من به مرد کار دادم، واسه قرضش به جهان بدون حقوق اینجا کار میکنه، رئیسم منم، هیچ بحثی هم نداریم. نه اینا باش، هر روز دکاشم با خودشو ورده. داری چی کار میکنی؟ آه چی کار میکنم؟ کاری نمیکنم بابا. کشوهای میز منو چک میکنی؟ چه ربطی داره؟ رد میشدم چشم خورد، بعد یهو چیز شدم، یهو میخکوب شدم. نگاری میکنی جناب؟ حالا که کار نداری از اتاقم برو بیرون. حالا مگه اتاق چه توفه یه؟ راستی یه چیزی دیگه، در نزده تو اتاقم نمیای، اگرم یه وقت من نبودم مجبور شدی بیای، کارتو انجام میدی میری. آه دیگه چی؟ میدونی دیگه چیه؟ دیگه اینکه خیلی آدم دورویی هستی. تو چی داری میگی دختر؟ چون از دوست پسر قبلیم پول گرفتم، هرچی خواستی بهم گفتی، بعد خودت اومدی پیش دوست دخترش سابقت. آه ببخشید، پیش دوست دخترش سابقت کار میکنی؟ اونه که مجبورم کرد خجالت بکشه. فعلا همین بود. چطوری چشماتونو بستینا؟ چرا اجازه دادین با اون یه لقب ازدواج کنم؟ بفرما مسعود خانم، داشتی ور حرف میزدی، ببین دختره داره یه چیزی میپرسه، جواب بده. دختر ما خودمونو تیکه پاره کردیم که تو ازدواج نکنی. آبجی چطوری این کارو کردی؟ چرا گذاشتی من با اون یه لقب ازدواج کنم؟ آه مگه دیوونه شدی؟ مگه من عروست کردم؟ خودت اومدی گفتی ازدواج میکنم، گفتی دوستش دارم. کدوم دوست داشتن؟ کدوم دوست داشتن؟ من چی اون مفلس بی پول دوست داشته باشم؟ قلبشو تو گفتی قلبمو دوست داری قنچه، حالا هم دنبال سرم را افتاده، پا شده اومده اینجا مرتی که
من قلب تو آخه میخوام چیکار؟ ها؟ در بیارم به پسم بخورم؟ چرت و پرت نگو قنچه. اسماعیل تو در نیاورده پختیش قنچه، تو قلب منو خام خام خوردی قنچه. باره بابا توف بروت، توف بروی تو. خدا رو شکر. ببین قنچه جونم، تو تو این طلا نیافت، به اونا گوش نکن. تو باید چیکار کنی؟ فکر دلارا رو بکنی، سبز سبز دلارا. حالم داره خراب میشه، به خدا حالم داره خراب میشه. خرابم میشه بذار بشه. اول باید بریم دادگاه، بعد در مورد ازدواجت حرف میزنیم. نمیشه یه روز صبح از خواب بیدار شی بگی پشیمونم. بابا زشته، میفهمی گناه داره؟ گوره باباش گناه داره یعنی چی؟ یه پیشنهاد واسات دارم. ببین دادگاهمون چند مونده، تو از شکایت دست بکش، منم از شکایت رشوه صرف نظر میکنم. نه 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 نه، من به شوکت نگفتم. نه نگو، بهت پیشنهاد پول داده، تو هم گفتی نه؟ گفتم نه، من بدون یک قرون پول میرم زندان. قنچه به خودت بیا، برو یه لباس درست حسابی تنت کن، بریم دادگاه، بجنب. چی به خودش میاد؟ دختره به خودش اومده، مگه نمیبینی؟ الان به خودش اومده، این خود قنچه. نه نه هنوز زیاد به خودش نیومده، طلاها تو خونه شوهرش مونده. طلاها ما میگیرم، حتما زده به سرتون. مادر جون صبر کن، مادر جون یه دقیقه. پشت. ببین چی میگم. ببین قنچه، ما الان مسئله خیلی مهمتری از طلاها داریم، معامله دادگاه، باید روی این تمرکز کنیم. تو رو خدا بسته منو دیوونه نکنی. باشه آروم آروم آروم، من برم لباسامو عوض کنم، تو رو هم حساب کتاب میکنم، همشو حساب میکنم. خب آره حساب میکنم. ایول ایول، دم خواهرزنم گرم، خیلی آسونه. یه دلار 2.75 تا، 2.75 تا یه دلار، طلام داره گرون میشه، همه چی همونطوری شد که میخوایم. ایول جدی میگم، باری از رو دوشم برداشته شد. شوکت رو تو دادگاه میبینم. به مامان بگو نگران نباشه، بهش میگم که حالش خوبه. باشه باشه امید. محبوبه من هم میخوام باهاش صحبت کنم. امید جهد خانومم. محبوبه من دیگه دارم میرسم دادگاه، بعدم بهت زنگ میزنم. باشه خداحافظ. محبوبه چیز قطع کرد، رسیده اونجا. چون نخواست با من حرف بزنه قطع کرد. اما اون فقط به خاطر اینکه شما خیالتون راحت بشه داره میره دادگاه. اون فقط احساس مسئولیت میکنه که میره، نمیتونه منو ببخشه. وظیفه یه فرزندیشو انجام میده، تا وقتی که مجبور نباشه نمیخواد منو ببینه. امید شما رو ناراحت نمی کنه، یعنی هیچ کس رو ناراحت نمی کنه. الانم ممکنه ناراحت باشه، اما قلب امید پاک. جاهد خانم، ما خیلی بهش بد کردیم، اون قلب تمیزش رو سیاه کردیم. دیروز عروسی، امروز دادگاه، آخه این چه جورشه؟ عشقم نمیخوای نیا، دیدن بابات شاید برات راحت نباشه. تو چرا داری میری؟ اگه تو نری منم نمیرم. تانر شاید قنچه بره زندان، مگه نمیدونی؟ چطور میتونم نرم؟ من چطور نیام چیچک؟ ها؟ پس بزن بریم، یه امتحانه دیگه. ای دختره، ماساژ خیلی به هم چسبید، تو هفته باید یه بار بیای. آره دیگه، تو هم هر بار اومدی دیدن امید یه ماساژ میری دیگه. عزیزم امید که قرار نیست همیشه تو هتل بمونه، بگذاری من اینجا رو تو ذهنم نگه میدارم. میبوسمتون. بای بای. تا چند روزی این کار دهان گشادتونو میبنده. تیپ قیافه ها رو ببین،
امیدی بی سلیقه، انگار از کارخونه عروسک‌سازی در اومدن. بر بیای قلابی، من دارم چی کار میکنم؟ وای دادگو یادم رفت. آبجی من دارم سوار ماشین میشم. منو سوزوندین و آتیشم زدین. سوزوندین، جلوی چشمتون بودم ولی سوزوندینم. اگه من الان علکی برم زندان حال همه تونو میگیرم. ای بابا تو هیچی نگو، اصلا حرف نزن. من که بهت گفتم، گفتم بیا با اینا سر میز بشینیم معامله کنیم، مگه نگفتم؟ نگفتم دلار شده 2.75؟ دیگه چیکار کنم؟ گلرو ما بیچاره شدیم، بدبخت شدیم رفت خواهر، بدبخت شدیم. چی شده؟ چرا دارن داد میزنن؟ آخ اون جاهده جادوگر، اون جاهده جادوگر اگه رایه بیمارستان نشده بود، وای خدا قنچه با اون کله بوکه چی کار کردی؟ حالا من چطوری با اون شرکت معامله کنم ها؟ تو صبر کن دخترم، گوش شیطون کرد، همین که عقلت اومد سر جاش بقیهش مهم نیست. ما فکر میکنیم دوگوله رو به کار میندازیم یه راهی پیدا میکنیم، مهم اینه که عقلتو سر جاش بمونیم. به خدا من این دختره رو میکشم ها، به خدا ریز ریزش میکنم. آخه قنچه چشه؟ بابا بفهم، دارم میگم عقلش، عقلش اومده سر جاش. ای وا اینا کجا موندن؟ جلسه داره شروع میشه. آها عمو تمومه. خبر بده. سلام، چه خبر تنه؟ خوبم عمو. در مورد بابات بعدن حرف میزنیم. چیزی برای گفتن نیستم و چون من اومدم پیش چیچک باشم. حتی حسی که تو در مورد مامان بزرگ به خاطر کارش داری من اصلا به بابام ندارم عمو. تانر من با مادر بزرگت اونجوری که باید رفتار میکنم. آها دارن میان. تا اینجا هم اومدن ها، خجالت نمیکشن اینجا اومدن پر رو. چه خبرت ها؟ ای بابا وایسا بلم کن، خجالت نمیکشن اینجا. حالا میتونی بیا یا بلم کن، بگم بلم کن. تو داد بزن منم خدمتشو برسم. قنچه با تو هم خوب شده؟ جلو ما نگیرید، بلم کنید، میخوام برم تیکه تیکشون کنم، بلم کنید. دادگاه شروع شده؟ حتما تا حالا شروع شده. پسر من سوخت، الان اون دخترم میسوزه، دل منم خونک میشه. جاهده جون محبوبه، من خستم، منو ببر اتاقم. چه خوب، خیلی خوشحالم که بهتری. اینو بگیر. خیلی خوب جاهده جون، بهتر یکم با هم حرف بزنیم. کمک نمیخوام، اجازه دادم دستمو بگیری فقط برای اینکه جلب توجه نشه. جاهده جون میدونم از من خیلی عصبانی هستی، اما لطفاً اول گوش کن. فقط ازت عصبانی نیستم گلفام، خیلی دلخورم. من نمیخوام دیگه ببینمت، چون که وقتی میبینمت یاد اون شب نحس میفتم که پسرم رو از دست دادم. جاهده جون اون شب واسه منم خیلی آزاردهنده بود، هر چقدر تو زش کشیدی منم همونقدر کشیدم. بهت گفته بودم اگه امید کارای ما رو بفهمه اونو از دست میدیم، اما تو منو جدی نگرفتی، یعنی الان پشیمونی. جاهده تو مادر امیدی، اونو از دست نمیدی، هیچ وقت از دست نمیدی. الان اون هر چقدرم که عصبانی باشه، هر چقدرم که ازم رو برگردونه، منم از دستش نمیدم. منو ماها به پارانویا، حتی غیر مستقیم به ترسو بودن محکوم کردی، ازم قایم کردی که اون دختر همه چیو میتونه. حالا اومدی و داری به من میگی از دستش نمیدیم. بهت یه چیزی بگم، وقتی فکر میکنم میبینم تو از منم ترسو تری،
انقدر ترسو که نمیتونی اعتراف کنی، اونا از دست دادی. آره، فکر کنم زود اومدم عیادتت. تو هنوز آمادگی شنیدن حرفامو نداری. گلفام، من دیگه هیچ وقت به حرفات گوش نمیدم. جاهده جان، چون نمیخوام بیشتر خستت کنم پس الان میرم، اما بعدن بازم با هم دیگه حرف میزنیم. نمیتونی همه یه کارامونو و هرچی که به همون گذشته رو بندازی گردن من. این اصلا عادلانه نیست. بله. الو، سلام گلفام خانم، از کلینیک زنگ میزنم. جواب تستی که به اسم آقا امید انجام شده بود اومده. عالیه. آقا امید گفت اول بهتون زنگ بزنم، اگه خونه بودیم بفرستم خونه. بله البته، لطفا بفرستین خونه. روز خوش. دیگه کارت ساخته است شیطون کوچولو. دکترم اومد. بوی خاک و چمن. آره واقعا به منم چسبید. خب چه خبرها تعریف کن. تو حاضری؟ آبجیم آبجی واقعیم نیست. ببخشید، بالاخره تونستیم تو رو شوکه کنیم. خیلی دلت میخواست دلیل عصبانیتم از بابامو بدونی. دلیلش مامان واقعی گلفامه. نفهمیدم، متوجه نشدم جان. نمیفهمم. اینم از مامان واقعی گلفام. اینا با این چشم و ابرو اومدن ها چی کار دارن میکنن؟ با منم حرف زدن ولی هیچی نفهمیدم. چی گفت؟ گفت بهتون بگم دلار 2.70 شده. کی؟ دو هفتاد. بهت میگم بشین سر جات، بشین دیگه. این احمقا یه چیزی میخوام بگم، حتما یه خبرایی هست. بشینید. سرکار خانم قنچه چلیک، تو جلسات قبلی قبول کردین که آقای شوکت حکیم اغلو رو تهدید کردین. میتونین مقدار پولی که با تهدید ازش گرفتین رو بازم تکرار کنین؟ نمیتونم. بفرما. یعنی چی نمیتونم؟ باید به سوال دادگاه جواب بدین خانم. در واقع در این مورد نمیتونم چیزی بگم. در واقع من یعنی کلن قنچه نه
یعنی همه حرفامو کلن رد میکنم. بله ادامه بدین. من سرم که به زمین خورد یه مشکلی برام پیش اومد. هرچی که قبلا گفتم عقلم سر جاش نبود. هر حرفی زدم مثل تهمتایی که به شوکتکی مغلو زدم و رد میکنم قربان. آبجین باور نمیکنه. فکر میکنه همش بازی گلروه. اما وقتی با واقعیت روبرو بشه کمرش میشکنه. نمیدونم چطوری از پسش بر بیام. تو از پسش بر نمیای جهان. هیچ کس بر نمیان. گلفام به آخر خط میرسه. ولی خوبه که بعد از آخر خط دیگه جایی نیست. وقتی امید پیدا کرد خودش کم کم بلند میشه. گلو و گلفام واقعا با هم خیلی سر و کله میزنم. من نمیفهمم. بینشون یه کشمکش عجیبی هست. کشمکش؟ به نظرم برای توصیف چیزی که بینشونه کلمه کشمکش کافی نیست. خب تو چی فکر میکنی؟ ها؟ جنگ. اونا کشمکش ندارن دکتر. اونا می جنگن. میدونی میگن تو عشق و جنگ هر چیزی مجازه. چی میخوای بگی؟ گلفان با وجود دیدن تست دی ان ای باور کرده که مسئله خالده فقط یه بازیه، چون از گلرو از دشمنش انتظار هر چیزی رو داره. ولی تو حتی یه لحظه هم کنجکاوی نکردی. واسه تو هم این که خالده خانم مادر گلفان باشه همونقدر باور نکردنی بود، اما تو اصلا شک نکردی. به من میگه گلرو داره دروغ میگه؟ نه فقط میخوام بگم از گوشه ذهنتم نگذشته، چون تو به گلرو اعتماد داری. چون قبل از هر چیزی اون واسه تو یه دوسته. اشتباه میکنم؟ اشتباه نمیکنی. آره درسته که گل رو هم مثل قبل نیست. گلفامو دوست نداره. میتونه بهش بدی کرده باشه، ولی به من بدی نمیکنه. یعنی نمیتونه بکنه. اینکه خالده مادر گلفام باشه منو داغون میکنه. اما واقعیت اینه دکتر، چی کار میشه کرد؟ برات متاسفم قنچه، واقعا برات متاسفم. پشت قنچه، تیکه تیکت میکنم. به خدا تیکه تیکت میکنم. ولش کنی قنچه، دلم واسه این حالا تنگ نشده بود. قنچه تو اینا رو ول کن، راهی درست ادامه بده. همینه برو. چی میگی تو؟ ای بابا چیه؟ سکوت حکم. در مورد وضعیت سلامت خانم قنچه چلیک گواهی پزشکی گرفته میشه و جلسه بعدی دادگاه 29 می برگزار خواهد شد. خدا رو شکر. حالا وضعیت من چی میشه؟ حالا دیگه کارمون خیلی آسون میشه شوکت خان. نگران نباشین، کار تمومه. ممنون. یه دقیقه صبر کنید. بیا. یه صبر کنید. ای بابا دیگه شوکت حرف میزنی. باشه شنیدی چی گفتم؟ فهم دیگه حرف میزنی. چطور تونستی این کارو بکنی؟ چطور تونستی این کارو بکنی؟ چی کار میکردم؟ آمی رفتم زندان؟ عجب بابا، این عدالته؟ یعنی الان با این یه جمله تو شوکت خان آزاد میشه میره؟ آره؟ دختر تو اینا رو ول کن، پشت ببین چی میگم. باشه بابا بسته، تو دیگه حرف نزن. چرا اینجوری نگاه میکنی ها؟ بچه خاین داریم پدرتو نجات میدیم. چیزی نگو اصلا، بریم. هیچی نگو، هیچی نمیخواد بگی، بریم. امید فردا منتظرتم. خب فردا منتظرتم، منتظر خبرهای خوبتم. باشه شوکت حرف میزنیم. شوکت باشه با هم دیگه حرف میزنیم. حرفا خیر باشه. همی
میبینی ما رو به چه روزی انداختی؟ میبینی مگه نه قنچه؟ چقدر برام مهمه. از صبح تو فکر گوشته؟ گوسفند تو فکر جونش. امید وایسا، امید بهت میگم وایسا، امید باید با هم حرف بزنیم. امید بکش کنار دیگه. فکر کردی چی میشه؟ تو میری منم میام. نگاه کن حالا آقا میخواد قالم بذاره. روز بخیر. اینو به نام گلفام سپاهی از کلینیک فرستادن. لطفاً اینجا رو امضا کنین. اینم مال شماست. من میگیرمش. ممنون. خواهش میکنم. بله خالته، بیا اینو وا کنی. من برم. مگه میشه؟ قرار ما اینو با هم دیگه باز کنیم خالته. اون شیطان کوچولو کجاست؟ اون شیطان خونه نیست، آقا جهان تو سالونه. خواهر جون. جهان آبجی زود باز کن. ببین من جهان، من این تستو فقط به خاطر تو دادم. میخوام این پاکتو باز کنی و واقعیتو با چشمای خودت ببینی. زود باش جهان، این پاکت رو وا کن دیگه. من نمیتونم این کارو باهات بکنم آبجی. من نمیتونم این کارو باهات بکنم. تو هم برش ندار. این کاغذ رو پاره کن. این زنم از اینجا بره دور شه. تا آخر عمرش هم خفه شه دیگه حرف نزنه. من با گلرو هم حرف میزنم. گلرو هم قول میده که دیگه به کسی چیزی نمیگه. بهت قول میدم آبجی. برای مهم نیست مادر تو کیه، تو خواهر منی. اینو هیچ کسو هیچ چیزی نمیتونه عوض کنه، باور کن. جهان دیگه ساکت باش و خواهشن این پاکتو باز کن. خواهش میکنم. زود باش. نگاش کن. نگاش کن. نتیجه.
چطور؟ تو؟ و من دختر خالده نیستم. امید، خسته نباشی. امید، 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 وایسا دیگه. خیلی خوب، تو اتاقت حرف میزنی. برو حرفاتو با وکیل شوکت بزن. اون کارم میکنم، نگران نباش. ولی تنها حرفمون قنچه و شوکت نیست. نمیذارم بیای تو اتاقم، میدونی مگه نه؟ چرا؟ نکنه هنوز یکی از اون هلوهای دیشبی بیدار نشده؟ دست از سرم بردار. مرد دیشب تو نبودی، میدونی دیگه نه؟ اون مرد تو نبودی. میدونم مرد دیشب دست گل توه. چیزی شد؟ جواب بده، دیشب چیزی شد؟ طلاق بگیر بیا. اگه میخوای بهت جواب بدم، طلاق میگیری، چون من دارم طلاق میگیرم. تو هم جداشو مساویشیم، اون وقت حرف میزنیم. فهمیدی؟ مطمئنن به طلاق فکر نمی کنی. با تو هم گل رو قنچه و شوکت رو بهونه می کنی تا اینجا دنبالم می آیی. هدف اصلیت اینه که حساب دیشب ازم بپرسی، مگه نه؟ ولی به چه حقی؟ وقتی زن یه مرد دیگه ای، به چه حقی از من حساب پس می گیری؟ من به بهونه قنچه و شوکت تا اینجا دنبالت نیومدم، بعدشم زن یکی دیگه. نمی خواد جمله های طول و دراز درست کنی گل رو. یه سوال یه جواب. کی طلاق میگیری؟ با توجه به نتیجه تست انجام شده دی ان ای خالد کپرو و گلفام سپاهی، سنخیتی با هم ندارم. چطور؟ این چطور ممکنه؟ من با اجازتون میتونم برم؟ آره خالد، میتونی بری. و چقدر خوبه که دیگه دست و پات نمی لرزه خالده. خدا رو شکر. چطور؟ آخه چطور ممکنه؟ این چطور ممکنه؟ بیا عزیزم. گلفا، این چطور ممکنه؟ من نمی فهمم. چطوری ممکنه؟ بذار من بهت بگم چطور ممکنه. این گزارش واقعیه. گزارشی که زن تو گرفته بود ساختگی بود. فقط اینجوری میتونه ممکن باشه. چرا گرو با همچی کاری با من بکنه آخه؟ ای عزیزم، این سوالو فقط میتونی از گرو بپرسی، ولی اگه میخوای به اینم من جواب میدم. چرا؟ چون که زن تو یه بدبختی بیچاره است که حرص و طمع چشمشو کور کرده، مونده چیکار کنه که بتونه پارو دومن بذاره. باور کن، منم اصلا فکر نمیکردم که بتونه اینقدر پست باشه. من نمیتونم باور کنم همچین چیزایی به گل رو بچسبه. جهان جون، میخوای باور کن میخوای نکن، منم نمیخواستم گل رو تا این حد پست بشه، چون همونطور که خودت هم میگی این پستیش فقط به ضرر من نیست، به تو هم آسیب میزنه. اون با این کارش فقط به پدرمون توهین نکرده، تو رو با پدر مرحوممونم دشمن کرد. جهان، خواهش میکنم دیگه چیزی نگو. آره نمیگم، چون دیگه تو باید حرف بزنی جان.
من به خاطرت کاریو که باید کردم. حالا دیگه نوبت توه. من الان باید چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ بازی انتقامت تموم شد. دیگه تو و گلفان بیشتر از این نمیتونین بلای سر هم دیگه بیارین. اگه واقعا اینطور که ادعا میکنی پشیمونی، همه این کارا رو ناخواسته کردی و خودت نخواستی که گل رو سپاهی بشی؟ فقط یه راه هست که اینا رو به هم ثابت کنی گل رو. فقط یه راه هست که بتونی از من حساب پس بگیری. طلاق میگیری. جهان چی میشه؟ سوال خوبیه. جهان واسد مهمه؟ نگو امید، نگو جهان واسد مهمه یا نه. فهمیدم. تو نه فقط من و جهانو، بلکه خودت هم گول میزنی. جهان واسه من. میخوای بگی جهان بهترین دوست توه؟ یعنی باور کنم؟ وقتی گولش زدی و باش ازدواج کردی؟ وقتی سر انگشتت بازیش دادی؟ وقتی جهانو با پدرش که زیر خاک دشمن کردی، اون وقت دوست نزدیکت نبود؟ من جهانو گول نزدم که باهاش ازدواج کنم. اون میدونست که حتی وقتی دارم بهش بله رو میگم چقدر دوستت دارم. عمدنم جهانو با پدر زیر خاکش دشمن نکردم. آره قبوله، خیلی در حقش بی‌انصافی کردم، در حق تو هم همینطور. اما من عمدن با هر دوتون. حرف بی خود میزنی گل رو، حرف بی خود میزنی. دیگه صداتو نمیشنوم، نمیشنوم. اما اگه میخوای بشنوم، باید طلاق بگیری. شکنجم نکن امید، تو به اون زنا دست دی یا نه؟ طلاق میگیری. داری بازم نقش بازی میکنی. اگه میخوای حرفاتو بشنوم، باید طلاق بگیری گل رو. جهان نمیتونه از پسش بر بیاد، کمرش میشکنه. کمر من با دروغای تو شکست. بذار کمر جهان با واقعیت ها بشکنه. تو کی طلاق میگیری؟ طلاق میگیری. از گلفام کی طلاق میگیری؟ طلاق میگیری گل رو. اگه میخوای صداتو بشنوم، طلاق میگیری. ببینم امید در مورد آخرین بازی چی میگه. شیطون کوچولو جوابمو بده. میگم تو کی طلاق میگیری؟ مگه ازدواج تو هم مثل ازدواج من ساختگی نیست؟ من واسه انتقام ازدواج کردم، تو واسه چی ازدواج کردی؟ جواب بده. تو هم ازدواج کردی که از من انتقام بگیری؟ آره میخواستی منو داغون کنی. باشه هر دومون به حد کافی داغون شدی. ای جواب بده، تو کی طلاق میگیری؟ طلاق میگیری. طلاق میگیری. به خیر گذشت. خدای من دارم چیکار میکنم؟ من واسه انتقام ازدواج کردم، تو واسه چی ازدواج کردی ها؟ جواب بده، تو هم ازدواج کردی که از من انتقام بگیری؟
باشه، بعد کافی هر دومونم داغون شدی. تو کی طلاق میگیری؟ مثل اینکه نمیخوای ولش کنی. روز بخیر. آقا امید تو اتاقشه؟ بله تو اتاقشه گلفام خانم. فقط آسانسورا مشکل پیدا کردن، لطفا استفاده نکنید. ای چه بد شد. ممنونم. امید داشتی میرفتی؟ دنبال کسی میگردی؟ نه تو واسه چی اومدی؟ اومدم بهت نشون بدم اون شیطون کوچولو با هممون چه بازی کثیفی کرده. این نتیجه تست واقعیه که ثابت میکنه گرو چقدر زن پستیه. نمیخوای چیزی بگی؟ توهین به بابام همونقدر که حال منو به هم میریزه حال تو رو به هم نمیریزه؟ حال من دیگه به هر دوتونم عادت کرده. این توهینو قبول نمی کنم امید. گلفام شماها به هم هیچ فرقی ندارین. که اینطور؟ بله. بین من و گروه هیچ فرقی وجود نداره. این آسون نیست. توهینیه که به بابا و جهانم کرده، نه فقط به من، اصلا برات مهم نیست مگه نه؟ برای تو هیچ مفهومی نداره. بله بله، ما تو چشم تو یکی شدیم. من پدر اونو کشتم، اونم استخونای پدرمو تو قبر لرزون داره؟ برام مهم نیست این گلفام، من فقط به خاطر برادرت و به احترام انور خان بهت کمک کردم، اینو بدون. حالا مگه بحران این دی ان ای مسخره تموم شده؟ به وکیلت بگو هر چه زودتر کار طلاقو شروع کنه، وگرنه من این کارو میکنم. جفتتونم مثل همین. خیر باشه خالد خانم، کیفت کوکه. دست خواهره درد نکنه، هم دلم و هم روزم و خوش کرده. منظورت چی؟ میبینی که اصلا لازم نیست نگران باشی، همه تون میبینین از این به بعد چی پیش میاد. چی داری میگی؟ واسه خودت چی بلغور میکنی؟ باز چه نقشه کثیفی داری ها؟ کار خواهرت ساخته است، همچینم ساخته است که نه عشق اون شوهر خنگش به دادش میرسه، نه اون موزیگریاش که دست شیطون از پشت بسته میتونه کمکش کنه. حواست باشه اگه یه تار مو از سر خواهرم کم بشه، خواهرت از کارهای خودش بهش ضرر میرسه. به من چه احتیاجی داره ها؟ به من چه احتیاجی؟ باز تو این خونه چه خبره ها؟ میسوزه مثل یه شعله بزرگ آتیش میسوزه و منم روش یه لیوان آب نمیریزم تا خاموشش کنم. حالا فهمیدی؟ بله آبجی. گل رو، اینجا یه خبرایی هست. منظورت چیه؟ میگم یه خبرایی هست عجیبه، کیف این خالده خیلی کوکه، در موردت کلی چرت و پرت گفت. فکر میکنی برام مهمه؟ بابا علکی نیست، یه چیزایی هست. داشت میگفت قراره تو توی آتیشی بسوزی. وای به خدا، حتی از گفتنشم دلم شور میزنه. ببین دخترم، علکی نمیگه، معلومه یه خبریه. ول کن آبجی، بذار هر کاری میخوان بکنن، دیگه بیشتر از این میخوان چیکار کنن؟ گل رو تو چته؟ صدات یه جوریه. گل رو صدامو میشنوی؟ گل رو چیز تو ترافیکم، دارم رانندگی میکنم، دارم میام خونه با هم حرف میزنم. ببین گل رو
اوف گل رو، از دست تو. بسه گل رو، به خودت بیا دختر، بسه. آه ببین دویگو داره زنگ میزنه، رو کار تمرکز کن. آفرین. بله دویگو جان. الو گل رو، من یکم قبل یه خبر خیلی مهم شنیدم. یه زنه بود که با گلفام کار میکرد، خیلی تو کارش جدیه و اینا. شنیدم با هم راه نیومدن و جدا شدن. منم بهش زنگ زدم گفتم بیاد اینجا. باهات مشورت نکردم، اشکالی که نداره. خوبه خوبه، تو باهاش صحبت کن. به نظرم اگه تو هم میومدی خوب میشد، باهاش آشنا میشدی. عزیزم خودت حلش کن دیگه، ما هم بعدن حرف میزنیم، باشه؟ گل رو تو حالت خوبه؟ پشت فرمونم تو ترافیکم، بعدا حرف میزنیم. تویگو به خودت بیا، به خودت بیا دختر. به چی نگاه میکنی؟ گاوه همینجاست. برم پیشش یا که نرم؟ اما حق با منه، اون باید از من معذرت بخواد. چرا من باید برم پیشش؟ آخه ای بابا، خودم استباک نکنم بهتره. سلام. سلام، بفرمایین. با دویگو سزیر قرار دارم، ایشون طبقه بالا تشریف دارن. میگم اگه زحمت نشه بهشون خبر بدین لطفا. حال خانم درسته؟ بله. شما منو نشناختی؟ منو واسه کار آژانس فرستاده بودی؟ آره خب، خدا میدونه تو یه روز چند نفر مثل من سر میدونین. سر میدونم. منظورم اینه که واسه کار مانکنی و اینا میفرستین. ما هم رفتیم، یه مدت امیدوار شدیم، چیز دیگه. میگم که به نظرم آشنا میای. یاره این گلفام سپایی هم که هستش تو فشن شو، میشناسیش؟ آره آره یادم اومد، بهت گفته بودم سخت میشه ولی به درد کار میخوری. سخت میشه؟ وایسا ببینم پسر، دور بزن ببینم. آره آره تو هنوزم به درد کار میخوری. پس تو هم از گلفام جدا شدی اومدی پیش گل رو که مانکن بشی؟ نه بابا، نمیشه گفت که مانکنی، همه خر هم مالی هم مال ماست عزیزم. راستش منظورش پادویی بود. حال جون چی؟ خیلی وقت ندیدمت. چطوری؟ خوبم، خیلی ممنون. چقدر جاله، هر کی از گلفام جدا شده حالا اومده پیش گل رو. آره والا، بریم تو عزیزم. اما تو از جلوی چشم غیب نشو باشه، بعدم باهات راحت تر حرف میزنم. لابراتوار دی ان ای. این نمیتونه واقعیت داشته باشه، اینا همه چرنده، نمیتونه واقعیت داشته باشه. میدونم جان، میدونم باورش خیلی سخته ولی واقعیته. گلفام دختر خالد هست. گل رو پدر من، بابا بابا با اون زن چطور تونسته به مادرم خیانت کنه؟ نمیتونم بفهمم اینو جان. از وقتی فهمیدم این تنها سوالیه که منم همش از خودم میپرسم، اما جوابی پیدا نمی کنم. گلفام خواهر منه، خواهر من. گلفام خواهری تو، هیچی اینو عوض نمی کنه. چطور این کارو با من کردی؟ بابا واقعا تو با من این کارو کردی؟
یه سوال یه جواب. کی طلاق میگیری؟ بازی انتقام تموم شد دیگه. تو گلفام بیشتر از این نمیتونین بلای سر هم دیگه بیارین. اگه واقعا اینطور که ادعا میکنی پشیمونی، همه این کارا رو ناخواسته کردی و خودت نخواستی که گل رو سپایی بشی، فقط یه راه هست که اینا رو به هم ثابت کنی گل رو. فقط یه راه هست که بتونی از من حساب پس بگیری. طلاق بگیری. چه تصادفی. بیا گورو، بیا با هم بریم خونه. ببینم تو چته؟ کلافه ای؟ تو هم هستی. حتما میخوای بگی خوشحالی. از پیش امید میای؟ عجب. چیه؟ نکنه طلاق نمیگیری؟ آخ گرو خیلی بامزه. شب و روز داری به این فکر میکنی مگه نه؟ که کی از امید طلاق میگیرم؟ نمیتونی اونو گول زده باشی. به همین زودی ها میبینی با امید تو چه وضعیتی هستیم. بیا تو خونه یکم حال تو جا بیارم. خالده لطفا تو هم بیا. مادر و دختر کیفتون کوکه؟ باز دوباره چه کلکی سوار کردی؟ جهان چی شده؟ چرا گل رو؟ چی چرا؟ چطوری این کارو با من کردی؟ با من نه جهان، با ما. با ما من چی کار کردم؟ بازی تموم شد گرو. امکان نداری. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ واسه جواب تستی که از آزمایشگاه اومده برای صاحب آزمایشگاه دستگل بفرستیم. باشه. چشم آقا امید، سفارش میدم. سلام، بفرمایید. امید حکیم اغلو هست؟ جهان، این گزارش واقعی نیست. این دوتا کلک سوار کردن. تو واقعیتو میدونی؟ نمیدونم. شاید تو تست تو خطایی باشه. باشه، اصلا بگیم تست من خطا داشته. پس حرفای من با خالده چی؟ بهت گفتم چی و بهم گفت یادته؟ تو هم خبر داری. جهان چرا نگاه تو میدوزی؟ نمیتونی حرفامو باور نکرده باشی؟ تو همه چی و بهم اعتراف کردی. من و تو بارها با هم حرف زدیم. گفتی گلفام دختر منی. این دیگه چجور دروغیه؟ دیوونه شدی نه؟ منور خانم رو صدا میکنم. اون همه چیو میگه، بی خودی انکار نکن. زنگ بزن خبرش کن، هر کی رو میخوای صدا کن. این دیوونه است؟ تو از قدرت تو بیمارستان استفاده کردی، گزارش تقلبی گرفتی. آره. نه نه، چون میدونستم اینو میگی، اون تست تو آزمایشگاهی که حتی آدرسش هم نمیدونم به وساطت امید گرفتم. باورم نمیشه، باورم نمیشه. جهان این تست نمیتونه واقعی باشه. امکان نداره.
امکان نداره این تست واقعی باشه، اینو بفهم. من فقط با اطمینان به مدرکی که تو دستمه نمیگم، حرفایی که با خالده زدم هم مدرکمه، حرفای منور خانوم هم همینطور. حالا منور شده مدرک خانوم. ببین گرو، تو فکر میکنی خیلی باهوشی اما مغزت درست کار نمیکنه. تو هم میتونستی به جهان بگی تست من اشتباه بود، منو به اشتباه انداخت، اما تو اینقدر احمقی که هنوزم رو حرفای خالده کلید میکنی، حتی منورم قاطی قضیه میکنی. من رو حرفای هیچ کس کلید نمی کنم. تو میتونی با این تست تقلبی جهانو گول بزنی که چیزی که تو میخوای و باور کنی، اما من همه چیو میدونم. میخوای بهت بگم واسه کی داری نقش بازی میکنی؟ خب معلومه، مثل همیشه برای برادرم، چون تو پشتوانه ای غیر از جهان نداری. گرو، من یکم قبل بهت گفتم احمقی، ولی نه، عوضش میکنم، کار تو حماقت نیست، کار تو جسارته. تو مثل همیشه اینقدر از این که میتونی جهانو گول بزنی مطمئنی که حتی به خودت زحمت نمیدی بگی وای من قربونی یه تست اشتباه شدم، هنوزم جرأت میکنی که بگی من با خالده حرف زدم. تو داری واسه جهان نقش بازی میکنی، من هیچ وقت عمدن جهانو گولش نزدم. تو دیگه نمیتونی جهانو گول بزنی. تو با وسط کشیدن پدرم تو این قضیه پا تو از گلیمت خیلی دراستر کردی گرو. این پدر من بود که دست تو گرفت، پدر من خرج تحصیل تو داد، پدر من حمایتتون کرد، و تو پدرمو که ادعا می کردی خیلی دوستش داری تو قبرشم راحت نذاشتی، تو داداشمو با قبر پدرش دشمن کردی. من انور خانم مثل پدر خودم دوست داشتم و بهش احترام میذاشتم و هیچ وقتم بهش اهانت نکردم. هر قصه ایم که ببافی باید تاوان اینو پس بدی. من آماده هم واسه واقعیت ها تاوان پس بدم، اما تاوان دروغای تو رو من پس نمیدم گلفام. بسه جهان، خواهش میکنم. من از هر دوتا تو خسته شدم، خیلی خسته شدم، خسته شدم از دست تو. بفهمید دیگه، از این دیگه خلاص نمیشی. اگه به پاشم بیفتی جادوشم بکنی، از این خلاصی نداری. تو هم از واقعیتو خلاص نمیشی گلفام، هر بازی که میخوای بکن، هر کاری میخوای بکن، اما از واقعیتو خلاص نمیشی.